با سلام و درود، باز هم خوش آمدید به کانال خوشبو تیوی. خبر تکان دهنده، یک مرد افغان در کشور امارات شهر دبی خانم و دو دختر خود را در خانه با پارچه هسته که خفه کرده و فرار نموده است. پلیس دبی در تعقیب این مرد هست و اینکه با یک پسر 7 ساله و دختر 3 ساله اش چی کرده هست با جزئیات باشید. اتفاق بعدی که در تاریخ اول جنوری سال 2020 در کشور امارات شهر دبی افتاده است، یک مرد خان با تابعیت افغانی که صاحب یک شرکت کرایه موتر در دبی بوده است، خانم 32 ساله و دختران 16 و 13 ساله خود را با پارچه تکه در منزل خود خفه می کند. بعد مادر این خانم از این که طبق معمول دخترش و نواسه هایش هر هفته جمعه شبها به خانه مادرش می رفت و این خانم منتظر دخترش بوده، ولی از این که دخترش به خانه مادر خود نمی رود و هیچ پیامی هم برایش از نیامدنش نمی کند. این زن پریشان شده و به خانه دخترش برای بازپرسی می رود، ولی با رسیدن به منزل ایشان متوجه می شود که در این خانه بسته است و همسایه ها هم هیچ اطلاعی ندارند. بعد این خانم به کمک پلیس دروازه را باز می کند و اجساد دختر و نواسه های خود را در اتاق های جداگانه پیدا می کند و متوجه می شود که دختر 3 ساله این فامیل در اتاق دیگر بیهوش افتاده که این طفل بعد از بستری شفاخانه نجات یافته و با مادر کلانش تحویل داده می شود. چرا که از زمان وقوع قتل مادر و خواهرانش این کودک نه چیزی نوشیده و نه چیزی خورده بوده است، به همین دلیل ضعف کرده و بیهوش شده است. جالب اینجاست که این پدر بیرحم از قبل این همه را برنامه ریزی کرده بوده، چرا که ویروس های قبل از وقوع جنایت بلیت یا تکت تیاره به افغانستان را تهیه کرده و همچنین یک روز قبل پسر یک دانه خود را که 7 سال عمر دارد به خانه فامیل خانمش میبرد تا او در جریان نباشد و نجات یابد. بستگان این خانم میگوید که داماد 35 ساله ایشان خانم و دخترانش را به قتل رسانیده است، چرا که 3 ماه می شود که اختلاف بین این زوج وجود داشته است و بستگان در تلاش بودند تا به آنها کمک کنند و مشکلاتشان را حل نمایند، اما فایده نداشته و مزنون شروع به ایجاد اختلال روانی و افسردگی کرده است. فیلم برداری از دوربین های ساختمان مسکونی نشان داده است که در روز حادثه مزنون پس از قفل کردن آپارتمان خود به عجله از آنجا خارج می شود و به جای آسانسور یا لفت برقی از زینه یا پله ها استفاده می کند. سپس به جای موتر خود از موتر کرایی استفاده کرده و به میدان هوایی می رود. پلیس و خانواده مقتول بعد از 11 ساعت پرواز وی از این حادثه با خبر می شوند که در آن زمان کار از دست ایشان نیست. همسایگان این فامیل به پلیس گفته است این خانواده تقریبا 10 سال در این ساختمان زندگی می کردند و خود صاحب آپارتمان بودند و همچنان یک فامیل خوب به شمار می رفتند. دختران و مادر صورت زیبایی داشتند و همیشه حجاب می پوشیدند و با ما رابطه خوبی داشتند. یعنی گفتن نمی شود که مقتول و دخترانش بدرفتار بودند، ولی پلیس امارات با دریافت اطلاعات مهم بعد از حادثه با همکاری وزارت کشور برای پیگیری این مظنون و بازگرداندن وی به کشور امانگ خود را با انترپول آغاز کرده است تا بتواند با قانون روبرو شود. باید یادآور شد که اقارب مقتول خواهان امرسانی این خبر هستند تا این مرد جنایتکار در افغانستان شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شود. عکسی که شما در پروفایل و ویدیو تماشا میکنید عکس مظنون هست. کسی که ظلم میکند باید منتظر عواقبش باشد. اگر شما در مورد این ویدیو نظری داشتید در کامنت بنویسید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.